خب برنج فقط. خب برنج بگی. سلام دوستان، به آشپزخونه عسل عسل خوش اومدید. خیلی هم خوش اومدید به ویدیوی امروز. خواهرم اون پشت داره کار میکنه، امروز هوم آفیس داره. اینم از حضور خواهرم در ویدیو. و قراره که یه غذایی درست بکنم که به عنوان صبحونه نهار بخوریم. به انگلیسی چیش میگم وایسا؟ شاید چی صبحونه نهار چیه؟ برانچ که میشه بریکفاست و لانچ. و موضوع که هست، رفتم براش نون خریدم و رفتم دیگه. عرضم به خدمتتون، آها، قبل اینکه کارو شروع کنیم، امروز یه نوشیدنی درست کردم که تولد یکی از دوستامو داریم میریم. این شاید جذابه، این بطری چیزشه، این بطری یکی از المان هاشه، ولی نه که رنگش رو شده رنگ خون میمونه، خیلی جذابه. بهش میگم مکسیکولنا، ولی اگه بخواید تو بار سفارش بدید بهش بگیدش مکسیکاناه، بعد تو کل بهش میگم مکسیکولنا. ولی اسم بین المللیش، یعنی اگه بخواید بخواید به عنوان کوکتل سفارش بدید، میشه بلادی مری، که یه طعمی که هر کسی دوست نداره. یعنی مثلا طعم تند گوجه‌ای و ترشه. من ولی خیلی خوشم اومد اولین بار که خوردمش، چون مثلا بدونی ترکیباتش چیستن عجیبه. برای مثلا تاباسکو داره و آب گوجه داره و این داستانا، خیلی سمیه. خلاصه اون تموم شد، الان میخوام برم سراغ یکی از چیزهای مهمی که تو این چند روز واقعا برنامه‌ریزی کردم درست بکنم. متیا که اومد اینجا، ویدیوش رو احتمالاً دیدید، ویدیو طولانی 50 خورده دقیقه، برای ما از ایتالیا سوسیس کالباسه خیلی خفنی آورد و امروز یکی از یه دونه مرتادلا آورده که برای پیتزا عالی میشه. حتما درستش میکنم تو این چند روز، چون باید یه پیتزا نایت مشتی با هم داشته باشیم حتما. و یه دونه هم سالامی آورده، با سالامیه میخوام سوسیس تخم مرغ صبحونه درست کنم. چیز محشری میخوام بهتون تعریف بدم. همراه هم باشین تو این ویدیو. خواهرم اون بغل نشسته، قراره که داشم براتون یه خوره آهنگ بزنیم. بیاید که یه بلاگ آشپزی کوچولو هم داشته باشید، همراهمون باشید. قبل اینکه بریم تو کارش، لطفاً این لایک بیگ لایک رو بزنید، کامنت انگلیسی هم که دیگه دارین میترکونید تو چند وقته. خیلی دوستتون دارم، بیاید. ای با وایت سالامی توسکانا. بچه‌ها توسکانا رو امیدوارم یه روزی بتونیم با هم دیگه بریم. این جای منطقه بی نظیری از ایتالیا که خیلی سرسبز و قشنگه، جا که متیا ازش میاد. این چقدر جذاب، این خیلی خیلی اصلا رنگ بندیشو ببینید. بریم بازش بکنیم با هم دیگه و ببریمش. بچه ها میخوام رنگو ببین. آخه اصل سالامی یعنی این، یعنی واقعا فرهنگ اصلی سالامی از این میاد، از ایتالیا میاد و این شکلیه. ببینید اصلا یه رنگ دیگه ای داره، یه جور دیگه ایه. قشنگ واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. انقدر باشو بیا اینجا بو کن. من تا اونجا بیام که بدن تو بو کنی. تو بیام من تا اونجا بیام که بو کنم. من میبرمش دیگه. خب ببر پرت کن. چه طعم عمیقی داره. نه دیگه. خواهر لوسم بچه ها چی بو نمیکنی ازش؟ نکنه کرونا دارم. تو واقعا نمیتونی اینو بو کنی شمی؟ بو اوت کولون داره میده. بذار پشتشو بکنم. تو وضعت خیلی خراب شد. میخوام یه چیزی شده. نه به خاطر این عودی که روشن کردم. بچه‌ها من این عود صندله، سب کنم خیلی. آره. دودش. بچه این عود محبوب منه، مال صندل بوده. و بچه یکی اصلا از 17 سالگی تو دارم روشن میکردم، واسه همین یه چیزی که هست، یه موضوعی که راجع عود خیلی مهمه، به یه بو شما عادت میکنید و اون بو همیشه براتون جذابه و احتمال داره خیلی خیلی همون بو خوششون نیاد. خیلی صندل بوی قوی داره، خیلی داره، کل خونه رو الان بو برداره، شامه رو پر میکنه دیگه. ولی خب من میدونید دماغم خیلی حساسه، یعنی واقعا خیلی عجیب میتونم بو کنم همه چیو. خیلی بوی خفنی داره. بریم ببریمش. این بریدن داره بچه‌ها. جالبش اینه که هیچ وقت اینجوری نمیدونم، بعد بپرسم که چرا اوریب میبرنش.
بیشتر تو پاچت میده. بعد حساب من بیشتر جنس ثابت بدن. وزنش میکنه شایم در آخر فرق نمیکنه. بیشتر تو پاچت میره. خب من بچه این فلفل سیاه توش این شکلی اینو واقعا دلم نمیاد بپزمش. اولی شو باید تست بکنیم. طعمش حتی زیباتره. باید بکنم با این کاغذ دورش خوردم حتی. ولی کاغذ که نیست، این حقیقا هم بوده با بچه ها. نمیشه تعریف کرد طعمش دیگه. این دونه، این سفیداش دونه های چربیه توش، این فلفل سیاه های دونه ای که داخلشه ماه. یه وقتایی فکر میکنم مثلا خوشحالم میکنه که همچین کیفیت تو آلمان نیست. اگر نماشه خیلی گرونه و باید مثلا جای خاص باید بگیری، مطلقا به این کیفیت گیرت نمیاد. به خاطر اینکه اگه آدم زیاد اینو بگیره هیچ وقت ازش لذت نمیبره. یه باگ اصلی زندگیه. هر چیزی که عالی هم باشه، طولانی مدت داشته باشیش، دیگه معنی عالی نمیده، معنی یه ساده معمولی میده. به خاطر اینکه شما به طور یکسان داشتینش. واسه همین همیشه من گفتم که زندگی بالا پایین داره، باید هم بالا پایین داشته باشه. این قاعده اصلی همه چیه. وگرنه همش آدم احساس یک نواختی میکنه. این طعمو خوشحالم که خیلی کم قراره بچشم، ولی هر سری که اینجوری میخورمش قشنگ چشام اینجوری برق بزنه. این هم چیزش بود. اضافه تو پختن داری اصلا. برگیش هم میزنم تو پلاستیک بمونه. یکی از پیتزاهایی که درست میکنم پیتزای سالامی هم درست میکنم. سالامی های جذاب هم رو میریزم کف قابلمه. شما زیبارویانید. وای خدا عطر و طعم رو ببین. طعم که نمیدونم چه، ولی عطر رو ببین. ای وای ای وای. شهابی تو شهیمان تمام مدت داره درمان کنه اسم اون بودی دو دقیقه بنش تمام شغب بودی. واقعا خودم متوجه شدم، خودم بهش میگم بود. بچه سالامی خوبه عملا نمیخواد بپزید. حالا من پختم میشه قشنگ روش گذاشت. روی تخمه ما بودم روش بودش. خب از نمک جذاب آلپ استفاده میکنیم برای نمک زدن به تخم مرغمون. بچه ها این مغرور جذاب زیبای خوشگل رو ببین که قلبم تو مشتت. مالی کی بود این آقای؟ فوکمال. خب خواهر عزیزم مغرور جذاب زیبای خوشگل قلبم تو مشتت. آخه دوربین رو من است. دوربین رو تو بس. شستی؟ آره. اینو آب گرفتم تو شد. چرا؟ تو چی بوده است؟ تو چیز نبود، خیلی کثیف بود. شستم. آره. چای شیری؟ الان که بحث پومستاک شد و دیوان پومستاک من فعلان گرفت، دوستان عزیزی که زبان آلمانی زبان هستن، یعنی آلمانی زبان دارید یاد میگیرید بلد بشید یا بلدین دوست دارید بلد بشید، پیج پومستاک منو خواهش میکنم تشریف بیارین ببینین. خواهش میکنم ازتون پیج پومستاک. پومستاک بزنید. پومستاک میاد. پومست میشه چیه؟ سیزممنی وان. خب بچه بابا بریم بلالون خریدم. دهنه تو اونجوری میکنی شد بابا. نونه سعی میکنه بربری باشه ولی بربری نیست خریدم. ولی تلاش خودش خیلی خوب بکنه. خودش تلاش خودش ما تلاشش خیلی راضی. ما تلاشش واقعا راضی. هیز تراینگ هیز بیست. این چیز داره میکنه بچه ها. مغرورای جذاب. چرا اینو خیلی آلمانی به این اتفاق میگن اوابوام میشه کرمه گوش. بکنم کمره هم اینجا بیرونه. خیلی مغروره جذابی نشست. بچه های قشنگم
پومستاک فراموش نشه. آره ولی بشین تو پومستاک نگاه کنید، بامزه است، حرفا که شنگ میزنه توش. اون پشت ماشین هم نشستیم پومستاک بود دیگه. مخلص اما الان کار بکنی احیانا؟ الان تو این ثانیه که با تو حرف میزنم کار کنم بیشتر تلفات میدم. راست میگی. ساعت ها رو اشتباه میزنم، برنامه ها میرن یه جا دیگه. اما اینو نمیخوام. ما اینو نمیخوام. هیچ کنون از ما اینو نمیخوام شاید. بیا. بیا. نور جذاب زیبای خوش. وای. چند میخواستم با این برگه چک به هم بزنیم. چقدر نه. نه از این کار خوشن نه. میبره صورتو میبره. وای پشتم دمام میبرده. شبا آخه اون ویدیو رو دیدم که باز برنج با برنج با نون به هم چک بزنیم. با برنج من با برنج هم چک بزنیم. نه تو به من بزنیم. با برنج فقط. با برنج بگیم. مغرور پشم. پشم. بش خیلی آنتا بابا بچه ها یه لحظه میخوام سوالش کم کنم چقدر همزمانه خیلی دارک همزمان بود. خب بریم ببینیم سوسیس سالامی که متی آورده واسه همون به من داریم با این چالشن هم بریم که یه بگیم یه کتگوری بگیم بعد همزمان یک دو سه بگیم یه چیز بگیم. بیا حیوانات یک دو سه سگ رنگ یک دو سه قرمز ما نه آخه ماشین یه تابلت ماشین بلد نیست نوشیدنی یک دو سه چای تو شدید چی نگفتی؟ من فکر کردم نوشیدنی چی بگم زود کن آخری بار اگه گفتی کجا خوردیم اینو؟ اینا؟ این غذا رو تو بارکا تو پارک زیر درخت ها آره اینجا رفتیم تو با من هم بلند بود پشمون بش نخوردیم؟ نه بای الان بیا غذا یک دو سه پاستا حاجی این سرانی هستم همه غذا نمیده حاجی؟ حاجخانم منم به نظرم چی میگه؟ بچه واقعا طعم سالامی نمیده یه جوریه خیلی طعمه انگار مثلا یه غذای کاملیه واسه خودش نمیده چی کنم؟ خیلی سالامی شوری روز میکنم بچه طعم مرگ میده یعنی میگه بیا و برای من بمیر بچه من میگی چشم من بسه از شما برو عکس بدیم برو هلو بادی کتمن یه اسمی از کار دستیم با سومیس که پاک هستی سلامی کتمن میگم امقد خوبی ما خوش دارم با هم شکل کنم نه اصلا زنه با کل مرور جذاب چیه خاکش میکنم دلم آهنگ مرور جذاب میکنم بارون به اون صورت ماه یک کمی نیست شدن موهای صافه سر زبون دارم ولی تو رو که میبینم من به چشمات میشم ساکت دوستان و عزیز همگی حاضری؟ همه با هم یک دو سه مغرور جذاب زیبای خوشگیه چشمات درشته قلبم تو مشته مغرور جذاب زیبای خوشگیه قلبم تو مشته چشمات تو مشته چشمات درشته چشمات تو مشته چشمات تو مشته اینا
قلبم درشته چشمم تو مشه قلبم درشته من با آقا چیزی تا بزنمش سر راکتوری بزنی اینجوری نکن متین دو هنجره ای بخونی به سپا شطور و قرآن بچه ها اگر متین دو هنجره آهنگ اسم خواننده‌اش مسعود صادقلو رو متین دو هنجره کاور میکرد بزن اول بالا بریم زده بارون به اون موهای صافت نه واسه صورت واحده ولی اولش چیز میخونه اولش برم نمیخونه اولش برم میکنه ای بابا زده بارون به اون اینجا بازو بزنیم بعد این دو هنجر توتوریال هستش زده بارون زده بارون به صورت ما من فقط بالاش رو میتونم بخونم مغرومی مغروری جسم زیبای خوشی چشمات درشتی مغزم تو مشتی مغروری جسم زیبای خوشی خیلی درشتی چقدر تو مشتید چی آهنگ؟ چسبی دیگه آهنگ از من دو هنجره که همیشه گوش میگه بس چیه؟ اینا هنگ شما من واقعا دوست دارم ها من واقعا با بزن دیگه هم بخونیم بیا به من بگوی افا باز میخونم اوجش کجاست یادم باشه اوجش کجا با بخونم اینجاست؟ آره الان میاد سر به برشون صدا خواهر میدن آموزم یا تخصص خودم دیگه شای میگه مصاحبه باش اومده بیرون به من نگو بی وفا یه مصاحبه ازش اومده بیرون گفته که من اگه نباشم راک ایران از بین میره خب بچه ها شمی ایده خیلی جذابی داد که از این به بعد قراره که اسمتون رو تمام فنهای شمس تبریزی لایف رو قراره که به عنوان مغرورهای جذاب به نامی متون به چه زبانی داری صحبت میکن؟ خب مغروران جذاب زیباهای خوشگل دمتون گرم که همراهمون بودید شمی الان یه چیزی گفت یوی دادم افتاد خیلی کامنت میذاری جواب دی ان ای هنوز نیومده ولی پیام دادم گفتم فامیل زیاد داری طول میکشه ولی در حال آزمایش هستن که ببین آقا اینقدر در حال آزمایش باشم بیاد 100% گفتن زیاد توف کرد میرم آتش میذارم نه گفتن توفتون غلیظه تو چند تا سانتریفیوژ پخش بشه سانتریفیوژ پخش بشه دمتون گرم که در این ولاگ کوچولوی امروز ما همراه بود خیلی چسب بود خیلی اصلا به قولی انرژی داد بهمون تا ویدیوی فردا خدافظ خدافظی کام کوچولو